با سلام خدمت شما بینندگان همیشگی کانال جدید، من سهیلا ابوالحسنی در کنار عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سرسری پناهندگان امروز مهمون شما هستیم تا به مسائل روز دنیای پناهندگی بپردازیم. همونطور که میدونید نزدیک به 2 هفته است که تعداد زیادی از پناهجویان افغان در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه دست به تحصن زدن و خواستار رسیدگی فوری به خواسته هاشون هستن. امروز فرصت رو مناسب دیدیم تا در کنار آقای اسدی به بررسی این مسئله بپردازیم. با خوش آمدگویی به آقای اسدی، خوش اومدید به برنامه خودتون آقای اسدی. من هم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباش میگم. ممنون آقای اسدی. در مورد این خبری که خوندم میخواستم که نظر شما و در کل موضع فدراسیون رو بدونم و بیشتر به بررسی این بپردازیم که چرا این تحصن در آنکارا صورت گرفته. این تعداد زیادی از پناهجویان که اومدن اونجا شاید از اوایل سال 2012 تا به حال پرونده اونا به تعلیق در اومده ده. از طرف دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مشکل دیگه که دارن، اونایی هم که جدید میان ثبت نام نمیشن. درسته. و سازمان ملل گفته که دیگه گنجایش نداره این سازمان پناهندگان رو ثبت نام بکنه و این شاید فقط بخشی از پناهندگانی هستن که شامل این وضعیت میشن در ترکیه. درست. پناهندگان دیگری رو در بر میگیره. این جهتی که خود کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل داره، واقعیتش اینه که میره که خیلی از پناهجویان از سایر کشورهای دنیا رو ثبت نام نکنه و همه پشت درهای بسته و سرگردان در ترکیه بمونن. این شرایطی هست که پناهجویان افغان عموما باش روبرو هستن و اعتراضشون اساسا به این هست که پرونده هاشون از تعلیق در بیا و مورد بررسی قرار بگیره و ثبت نام پناهجویان جدید آغاز بشه و همه ثبت نام بشن با عنوان پناهنده در ترکیه. این اصلا یعنی این عدم ثبت نام و به تعلیق در نیومدن پرونده صرفا مختص پناهجویان افغان هست یا شامل ملیت های دیگر میشه؟ در حال حاضر عموما پناهجویان افغان رو در بر میگیره، به خاطر اینکه خب پناهجویان افغان خیلی زیاد هستن الان در ترکیه و سازمان ملل معتقد گنجایش این همه پناهنده رو نداره، ظرفیت این همه پناهنده رو نداره و بیشتر سر باز میزنه از بررسی این پرونده ها یا در لیست کردن اینا مثلا به عنوان سهمیه بفرسته به کشورهای اروپایی یا کانادا یا استرالیا. معمولا این کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه کارش همینه. درسته. در درجه اول پناهندگان رو به عنوان پناهنده به رسمیت بشناسه و بعد اینا رو در نوبت‌های مختلف بده به کشورهای اروپا یا کانادا یا استرالیا یا آمریکا. درسته. معمولا کارش همینه. درسته. منتها الان اینجوری پیش نمیره. الان شاید خیلی پیچیده است و تعداد پناهجویان هم اگرچه قبلا فقط ایرانی ها عمدتا در ترکیه بودن، الان پاکستانی ها هستن، افغانی ها هستن، ایرانی ها هستن، پناهندگانی از آفریقا هستن، از سوریه هستن و جای جای دنیا پناهنده اومده اونجا. درسته. و هم برای خود دولت ترکیه سر باز میزنه از پذیرش این همه پناهنده، جا دادن به این همه پناهنده و از طرف دیگه خود سازمان ملل. درسته. آقای اسدی، این تحصن که گفتم توی حرفام مدت 14 روزه که ادامه داشته، الان هم ادامه داره یا تموم شده؟ 3 شب پیش اینا خب جلو سازمان ملل در انکاره دست به تحصن زده بودن. درست. همه پلاکارد گرفته بودن، مرد و زن و بچه و همه جمع شده بودن. این پناهجویان همش در انکاره مستقر نیستن، از شهرهای مختلف ترکیه می اومدن انکاره. درست. و به طور قاچاق هم میان، یعنی اینا حق ندارن از شهرهای دیگر بدون اجازه پلیس وارد انکاره بشن. اینا هر کدومشان برای کار اداری
باید بیان آنکارا اجازه پلیس بگیرن، یعنی مجوز پلیس برای رفت و آمد رو داشته باشن. منتها این پناهجویان اینقدر به شرایط سختی پیدا کردن، ناچارن غیرقانونی بیان اونجا تحصن کنن و اعتراض کنن و تقاضای بررسی خواسته هاشون رو بکنن. این پناهجویان اونجا مستقر هستن و 3 شب پیش پلیس حمله کرده به این تحصن، همه اونا رو دستگیر کرده و نگاه کرده. هر تعداد از اینا مال هر شهری هست در ترکیه، اونا رو به شهرهای خودشون برگردوندن. منتها فقط 1 شب تونستن تحصن رو به این شکل بهش پایان بدن، ولی پناهجویان دوباره با هم تماس گرفتن و دیشب و پریشب دسته دسته از شهرهای مختلف دوباره به آنکارا اومدن و تحصنشون رو از نو شروع کردن و الان این تحصن در شهر آنکارا همچنان برقرار هست و توجه های زیادی رو در شهر آنکارا و ترکیه جلب کرده. در این رابطه هست به هر حال اینا برای این خواسته هاشون دارن می جنگن. اقداماتی که ما به عنوان فدراسیون سراسری پرندگان ایرانی برای جواب دادن به خواسته هاشون انجام دادیم، نامه ای هست که به سازمان ملل نوشتیم و به دفتر ترکیه و دفتر مرکزی این سازمان در ژنو و خیلی از سازمان های مدافع حقوق پناهندگی، اتحادیه های کارگری در ترکیه و رسانه های عمومی در ترکیه این نامه رو فکس کردیم و مرتب داریم گزارش این تحسن رو در سایت هامون و در نشریاتمون و اینا منعکس میکنیم و تلاش میکنیم که ما هم اهرم فشاری برای سازمان ملل باشیم که دوباره پرونده این پناهجویان رو در دست بررسی قرار بده و به خواسته های این پناهجویان جواب بده، رسیدگی بکنه. درسته. خب شما به بخشی از سوال بعدی منم جواب دادید. همونطور که همه میدونن سالهای ساله که فدراسیون در این زمینه، در زمینه پناهجویی در سرتاسر دنیا دخالت کرده و مدافع حقوق پناهجو بوده. من میخواستم ازتون بپرسم که توی این نامه‌ای که شما گفتید تنظیم شده و ارسال شده، شما به چه نکاتی اشاره کردید؟ چه چیزایی لازم دونستید که به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متذکر بشید؟ ما در درجه اول برای دفاع از هر طیف و طاقم پناهندگی دنیا میا باید نگاه کنی اون کشوری که پناهندگان ازش میان در چه موقعیتیه، در چه شرایطیه، امنیت وجود داره؟ خب در افغانستان ما امنیتی نمیبینیم. از 35 سال پیش افغانستان دستخوش جنگ داخلی هست و مدارس رو به آتش میکشن، مدارس دخترانه رو به آتش میکشن، کتابخونه ها رو به آتش میکشن، توی کوس و پس کوچه های این شهرها بمبگذاری میکنن و هر جایی که خبرنگارا غربی ها وارد میشن سعی میکنن که اون شرایط رو ناامن بکنن. طالبانی در افغانستان هست، این طالبان هم نیروی مسلح داره، هم در داخل شهرها نیروی خیلی ارتجاعی داره و مرتب سعی میکنه بمبگذاری بکنه و شرایط افغانستان رو به طور کلی ناامن بکنه. هیچ شهری نیست، خود کابل که پایتخت افغانستان هست جز ناامن‌ترین همیشه شهرهایی بوده که مرتب بمبگذاری توش وجود داشته، مرتب ناامنی توش وجود داشته، ترورهای کور وجود داره اونجا. همینجوری آدمی که امروز پا میشه میره سر کارش، ادارش شلیک میکنن تو مغزش، میکشن ولش میکنن میره. این پناهجویان کسانی هستن از اون شرایط اومدن. کار نیست، بیکاری خیلی زیاده، گرسنگی خیلی زیاده. با اینکه خیلی از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل و نیروی نظامی ناتو همه اونا اونجا هست، ولی با وجود این هیچ شرایط امنی وجود نداره در افغانستان و این پناهجویان افغانستان نه تنها در ترکیه، در خیلی کشورهای دنیا با همین مشکل روبرو هستند. در استرالیا، در اروپا، در کانادا، در خود آلمان خیلی فشار روی اونا هست برای اینکه برگردن به کشورشون. به هر حال اونا از اون شرایط ناامن فرار میکنن و میان اونجا. بعد ما در این حال گفتیم که
بخش زیادی از این پناهجویان کسانی هستند که سال هست در ایران زندگی میکنند و اون پناهجویان در ایران زندگی میکنند شرایطشون به مراتب از اونایی که در افغانستان زندگی میکنند و مستقیما میان ترکیه بدتره. به خاطر اینکه در ایران حق رفتن به مدرسه رو ممنوع کرده دولت جمهوری اسلامی از اینا، بعد شناسنامه کارت ملی برای اینا صادر نمیکنه. توی برنامه پیشم ما تماس خانومی رو مطرح کردیم که گفته بودن در تایید حرف شما که هیچ گونه حقوق شهروندی رو توی ایران ندارن. دقیقا اینجوریه، ازدواج حتی با شهروندان افغانستانی ممنوع اعلام شده، حتی به همه کارفرماها در ایران اعلام کردن که نباید پناهجویان افغانستانی رو به کار بگیرین. هر گونه به کارگیری پناهجویان افغانستانی کارفرمایان هم مورد تعقیب قرار میگیرن و مورد مجازات قرار میگیرن در ایران، یعنی حتی حق نون خوردن و از اونا دارن گرفتن. در نتیجه یه فاشیسم اسلامی اونجا در مقابل این طیف زیادی از صدها هزار نفر پناهجوی افغانستانی در ایران زندگی میکنن و همه اونا با این شرایط روبرو هستن و همه اینا با مشکلات امنیتی روبرو هستن و هر روز طیف زیادی از اینا رو اسکیر میکنن میبرن پشت مرزها، دوباره اینا شبانه دوباره وارد خاک ایران میشن، پلیس از به اینا شلیک میکنه، بارها بوده دسته دسته اونا رو به قتل رسونده، تیراندازی کردن و شرایط رو برای اونا ناامن کردن و الان هم همچین شرایطی هست. هر سال ما ببینیم که جمهوری اسلامی اینا رو لیست میکنه، 100,000 نفر 200,000 نفر از پناهجویان افغانی رو به زور به روانه افغانستان میکنه و اونا هم در افغانستان نه خونه دارن، نه زندگی دارن، نه مزرعه دارن، نه میتونن اشتغال به کار پیدا بکنن، نه شرایط از شرایط بسیار بسیار ناامنی برخوردار هستن. شرایطشون خیلی بدتر از کسایی که از افغانستان درخواست پناهندگی میدن یا میان ترکیه. اینطور باید بگم، راستش هم در افغانستان شرایط خوبی ندارن، هم از نظر اقتصادی مالی، هم از نظر امنیتی اونجا ندارن. توی ایران هم شرایطی که توصیف کردم وجود داره. به هر حال اینا شرایطی هستند که پناهجویان افغانی رو وادار میکنه که فرار کنن، از اون ناامنی فرار کنن، بیان ترکیه، شاید بعد از چند سال راه پیدا بکنن به کشورهای اروپایی، راه پیدا بکنن به آمریکا، استرالیا و جاهایی که بتونن زندگی امنی داشته باشن و بتونن حتی خانواده هاشون رو تامین بکنن در ایران یا افغانستان. بله، بخشی از اینا پسرهای جوونی هستن، واقعا در هر جا هستن دارن کار میکنن، به حال هر چی پیدا میکنن برای باقی مانده خانواده شون که در فقر و سیر روزی هست میفرستن. اینا شرایطی که به هر حال افغانستانی ها توش زندگی میکنن. بله، همونطور که شما میگید واقعا حتی گذروندن روز عادی هم برای پناهجویان افغان خیلی سخته. اتفاقا سوال بعدی منم در همین زمینه بود. حتی توی کشورهای اروپایی هم آقای اسدی شاهد هستیم که دسته دسته پناهجوی افغان دستگیر میشن و به کشورشون برگردونده میشن، حتی پناهجویان افغانی که از ایران میان به ایران برگردونده نمیشن، به افغانستان برگردونده میشن. به تازگی توی خبرها دیدیم که چند خبرنگار اروپایی توی افغانستان ترور شدن، یعنی واقعا این شرایط نشون میده که شرایط افغانستان شرایط امنی نیست برای هیچ کس. من میخوام ببینم الان مشکل پناهجو توی اروپا و آمریکا چرا به این صورته، چرا برگردونده میشن؟ من همین نمونه سوئد رو بیارم، یعنی خود نمونه در کل اروپا، یعنی اینا تصمیمی که هست در مورد افغان ها تصمیم یک دونه کشور در اروپا نیست، تصمیم اتحادیه اروپا است. درسته، میخواد بالاخره این طیف و دیوار بلندی جلوشون بکشه، کمتر بتونن وارد بشن، سعی میکنن موانع زیادی ایجاد بکنن که ورود پناهجویان رو سد کنن در همون جنوب اروپا. ولی به هر حال سوئد یکی از اون نمونه هاست که من تو الان اینجا هستیم صحبت میکنیم،
که دسته دسته پناهجویان افغانستانی رو دستگیر میکنن، به بازداشتگاه میبرن، بعد دست جمعی دیپورتشون میکنن. همین سوئد که میگه اونجا امن هست افغانستان و پناهجویان افغانستانی رو به اونجا دیپورت میکنه، یه ماه پیش معروفترین خبرنگارشون که در افغانستان بود ترور شد و به گلوله زدن، کشتنش. وقتی کشتنش، تمام روزنامه های سوئد در موردش حرف می زدن، تمام مطبوعات و تلویزیون این کشور صحبت می کردن و اولین باری بود که این همه رسانه در سوئد و این همه تلویزیون و روزنامه در مورد ناامنی در افغانستان حرف می زدن. هیچ وقت به این وسعت در مورد ناامنی در افغانستان حرف نزده بوده که بالاخره خبرنگارشون اونجا ترور میشه. درسته. حتی من خواستم این نکته رو بگم که حتی این خبرنگار سوئدی ظاهرا توی یک منطقه امنی که حفاظت شدن بوده ترور شده. دقیقاً. اونا خب خیلی نمیتونن به جاهای ناامتری برن، بیشتر در شهرهای کابل و اینا هستن که به هر حال میتونن تحت مراقبت باشن و معلومه تمام خبرنگارای غربی مراقبت دارن اونجا، اگر نه به تنهایی نمیتونن رفت و آمد بکنن، حتی در شهرهای کابل و دوروبرش و اون شهرهایی که به قول اینا امتر هستن. در نتیجه اونجا به هر حال اون جنگ داخلی فکوسش روی این هستش که مردم افغانستان رو با همون فرهنگی که طالبان ها دارن و با اون فرهنگی که وارد افغانستان شدن که تلویزیون ها رو از خونه ها جمع کرده بودن، رادیو ها رو از خونه ها جمع کرده بودن و آورده بودن توی میادین مرکزی شهر، اونا رو به آتش میکشیدن به خاطر اینکه مردم رو به دوزخ برگردونن، دست مردم رو از موزیک و تلویزیون و مدیای غربی و همه چیز قطع بکنن. اونا عقب مونده ترین جریانی بودن، مور خودشون اومدن به افغانستان چسبوندن، اونا زمان خودش درس پرورده خود آمریکا بودن، اینا رو پرورده کرده بود علیه کمونیسم، علیه نفوذ کمونیسم در منطقه. ولی وقتی دیدیم این ضربه بزرگی که در قلب آمریکا زدن توی 11 سپتامبر، اون موقع دوباره به هوش اومدن که این پدیده ارتجاعی و خود آمریکا خود غرب در تقویتشون میکنه، دست به چه جنایتی زدن، دست به چه اقداماتی علیه مردم بیگناه زدن. و از اون دوره کم که ما شاهد هستیم، این شرایط دیگه غرب کمتر اینا رو تقویت میکنه و کمتر پشت اینا میره و سعی میکنه که یه اسلام تقریبا مثل ترکیه رو تو کل منطقه تقویت بکنه، کم آزارترن، کمتر خشونت علیه مردم به خرج میدن و این کاریه که امروز غربی ها میکنن. دوست. چون طالبان واقعا شرایطی رو با وجود آورد تمام دنیا رو لرزون با حرکتی که در 11 سپتامبر در آمریکا کرد. خب آقای اسدی، صحبت در این زمینه خیلی زیاده، واقعا شرایط هم خیلی دردناکه، ما وقت زیادی نداریم. فقط یه سوالی که خیلی پرسیده میشه دوست دارم مطرح کنم و شما لطف کنید به صورت کوتاه جواب بدید. فدراسیون سرسری پناهندگان خب مربوط به پناهندگان ایرانیه، خیلی ها میپرسن دلیل این که فدراسیون از همه پناهجوها با همه ملیت ها دفاع میکنه چیه؟ یعنی چه خط سیری و فدراسیون طی میکنه در این زمینه؟ ببینید، فدراسیون در اسناد پایی وقتی تشکیل شده گفته این فدراسیون تشکیل میشه برای سر و سامان دادن به پناهندگان، ظرفی هست برای مبارزه اونا مستقل از باور سیاسیشون، مستقل از ملیتشون، مستقل از نژادشون، رنگ پوستشون و جنسیتشون، از همه پناهندگان به عنوان انسان دفاع میکنه. درسته. به ویژه پناهندگان افغان که بالاخره نصفشون در ایران هستن، شهروندان ایرانن به طور واقعی و در ترکیه میشن، بعدش هم فارسی حرف میزنن، هم مرز ما هستن، راحتتر میتونیم از اونها دفاع بکنیم. ما درسته
سازمان پناهندگان ایرانی هستیم یا فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هستیم، ولی ما یه خصلت انترنشنالیستی داریم برای دفاع از کل پناهندگان در همه جای دنیا، همین کار رو میکنیم. اگر ما قدرت داشته باشیم واقعا نمیذاریم یک شب هیچ پناهندهی بدون اقامت باشه. اگر ما قدرت داشته باشیم نمیذاریم یک ماه پناهندگان از بچه هاشون دور باشن یا بچه هاشون از والدینشون دور باشه. یک شب نمیذاریم هیچ کس در زندان بمونه، که الان نگاه میکنیم از ترکیه تا استرالیا بسیاری از پناهندگان فقط متقاضی پناهندگی هستن و فقط به جرم اینکه متقاضی پناهندگی هستن در بازداشتگاه ها، در فرودگاه ها، در بازداشتگاه های مختلف در انتظار دیپورت به سر میبرن. درسته. خب ممنون آقای اسدی، ممنون از شما بینندگان عزیز. میتونید سوالات خودتون رو به آدرسی که پایین تصویر میبینید برای ما بفرستید، حتما به صورت فردی یا توی برنامه هامون رسیدگی میکنیم و بهشون پاسخ میدیم. امیدوارم که بیننده برنامه بعدی ما هم در کانال جدید باشید. ممنون آقای اسدی. ممنون از شما. امیدوارم که بتونیم این پناهجویان افغانستانی رو بیشتر کمک کنیم. من تقاضام از همه بینندگان و همه کسانی هست که امروز شاید این تحسن هستن، شاید این شاید این شرایط سخت پناهجویان افغانی هستن، به هر شکلی که میتونن به این پناهجویان کمک کنن. ما هم امیدواریم که شما بینندگان عزیز به هر شکلی که میتونید به این پناهجوها کمک کنید. تا برنامه دیگه، بدرود.